اگه آمریکا و ناتو سلاح‌های هجومی دوربرد خودشو در اختیار اوکراین بذاره، روسیه از سلاح اتمیش استفاده می‌کنه، یا حداقل این چیزیه که دوست دارن من و شما باور کنیم. دستگاه پروپاگاندا و تزریق اطلاعات روسا خیلی قویه و اصلا تو این موضوع کم نمیذارن و هزینه میکنن. شاید خبرگزاریاشون واسه من و شما ناشناخته باشه، ولی روی آمریکای جنوبی و آفریقا و بخش وسیعی از آسیا اخبار روسا غالبه و خودشون و دسته ها و احزاب فرهنگیزه شده وابسته بهشون در این حد پرکارن که مثلا تونستن اینو واسه طرفداراشون جا بندازن که خود شکست و عقب نشینی از عملیات کیف، شکست در فتح پایتخت اوکراین جزی از نقشه استراتژی روسا بوده، یا مثلا تونستن اینو مطرح کنن که جزی از برنامه همون اول جنگ از نقشه همون شروع فوریه 2022 که 2.5 سال بعدش اوکراین وارد روسیه میشه، همه چی طبق برنامه است. بعد یعنی یکی نیست ازشون بپرسه مگه بنا به فتح یک هفته کیف نبود؟ چجوری 2.5 سال بعد خاک از دست دادن جزوی از نقشه و برنامه است؟ الان که تقریبا یه ماه از به قول خودشون عملیات ویژه نظامی اوکراین تو خاک روسیه میگذره، مباحث بیشتری روشن شده و میتونیم اینو بگیم که تا این موقع نسبت به اطلاعات امروز نتیجه هایی که قسمت قبلی گرفتیم تا حدودی درست بوده و دو طرف جنگ نسبت به اتفاقایی که طی این 2.5 سال گذشته افتاده و نسبت به اتفاقایی که قرار بیفته، مثلا انتخابات آمریکا، گزینه صلح و مذاکره واسه شون اولویت بالاتری داره و توی اون تکاپویی هستن که اگه کار به مذاکره کشید برگ آسای بیشتری داشته باشن واسه رو کردن. اگه شرایط اونجوری بود که واسه مون تعریف میکنن که روسا دارن میتازن میرن جلو، باخ نمیدن، خاک دادنشون جزی از استراتژی خودشون و خزانهشون پره، کلی تیپ و لشکر ذخیره دارن که هنوز رو نکردن و نمیدونم موشکاشون صف کشیدن فقط منتظر تارگتن، مشکل فرماندهی و تامین لوجستیک ندارن که 5 سپتامبر ولادیمیر چکمه به هند و برزیل و چین چراغ سبز نمیداد که بیایید پادر میونی کنید، میگفت نه دیگه، نه به مذاکره، همه چی طبق برنامه است، ما داریم پیش میریم. عملیات کورسک اوکراین با چند تا هدف شروع شد، حداقل اونجوری که حالا میشه برداشت کرد، ولی چون بعد اجرا شد به همه هدفاشون نرسیدن. قسمت قبلی هم گفتم فارغ از هر نتیجه‌ای که حمله اوکراین به خاک روسیه داشته باشه، همون اجرا کردنش پیامده و تبعات داره که اثراتش هم گذاشته، ولی خیلی خیلی بهتر میتونستن از ریسکی که کردن استفاده کنن. من نشستم حساب کردم تقریبا 15 روز روسا هیچ کار دفاعی چشمگیری نکردن جلوی نیروهای اوکراین تو کورسک. آقا تو غافلگیر شدی؟ اوکی، با اینکه خوب میدونستن اوکراینی ها میخوان حمله کنن، با دمپایی که حمله نکردن، چندین ماه نقشه و بروبیا بوده، آقا میگیم سری بوده، حتی آمریکا هم نفهمیده، حالا الکی مثلا اونم خبر نداشته، باشه سری بوده، ولی دیگه وقتی تیپ زرهی و تانک و پیاده نظام جمع میکنید لب مرز، تو این عصر ماهواره اصلا امکان نداره سرویس اطلاعاتی متوجه نشده باشه. سرویس اطلاعاتی اصلا کارش همینه، پول میگیره که بفهمه. بازم میگیم غافلگیر شدن، ولی دیگه عزیزم غافلگیری یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یزی دو هفته مگه میشه غافلگیر باشی؟ روسیه توان مقابله و جلوگیری از پیشروی عملیات کورسک رو نداشت. تمام لشکر و تیپای هوایی و زمینی و هرچی که داره تو جبهه اوکراین فعالن. حتی نیروهایی که مسئول دفاع از مرزهای مشترکشون با ناتو بودن هم آورده تو جبهه اوکراین. بعد اصلا یکی از بهانه‌های روسیه واسه حمله به اوکراین همین بود که اینا وقتی عضو ناتو بشن، هم مرز ما بشن، ما حواسمون نباشه، به ما حمله میکنن و تهدید نظامی هن. چون اکثر شهرهای بزرگش هم همین غرب روسیه است. خب الان که نیروهای دفاع از مرز روسیه در برابر کشورهای دریای بالتیک و فنلاند که اونجا حضور ندارن دفاع کنن، چرا از سمت اونا حمله نمیشه؟ ممکنه فردا بکنن، ولی از الان به بعد دیگه به خاطر مسیر بی‌بازگشتیه که روسیه داخل شده و الا حرفاشون همون دلیل تراشی و توجیه واسه حمله به اوکراین بوده. الان روسیه با این کمبود نیرو یا باید واسه بار دوم اعلام بسیج عمومی کنه
که واسه دومین ارتش قدرتمند دنیا اصلا افت پرچمه، یا باید نقد نیرو استخدام کنه به اسم داوطلب بفرسته جلو گلوله، که با این وضعیت تحریم و اقتصاد فلج و نیروگاه‌های نفتی و گازی آسیب دیده از حمله‌های پهپادهای اوکراینی، پول جور کردن هم الان کار سختی شده واسش. بابا یارو سال 2024 هنوز از روش هجوم موج انسانی استفاده میکنه. تو کال آف دیوتی دیدید نسخه‌های جنگ جهانیش که یه سری سرباز توی دشت بزرگ دارن عربده کشون میدوان، از رو به رو هم همینجوری تیر مثل آتیشه که میباره، سرباز ها پرپر میشن که مثلا پیش روی کنه. این روش تو همون جنگ جهانی اول قفل شد، اینا هنوز دارن ازش استفاده میکنن. تو ویدیو نبرد کیف یادتونه میگفتم روسا ضعف فرماندهی داره مثلا تو این موضوع، که سر و ته ستون رو میزدن، ماشینای زرهی و سنگین میموندن لاکار، هنوز که هنوزه این مدلی دارن سوخ میدن. به قول استاد قمیشی دومی قدرتت اره چه تشی ناموسن. و پریگوژن رئیس گروه واگنر با اون رفتار شبه کودتایی که انجام داد به ناتو سیگنال داد، حالا نه که از قصد، ولی کارش این پیامو فرستاد که آقا اینا از درون پوچن، نگاه به اولورم بولورمش نکن. احتمالاً همون کاری که پریگوژن کرد باعث شد که یکم گاردا بیاد پایین و اجازه حمله به خاک روسیه هم صادر بشه، چون اسمش ارتش اوکراین دیگه، در اصل ناتو داره میجنگه. آمریکا اگه خبر نداشت که اوکراین نمیتونست با موشکای هایمار داخل خاک روسیه رو بزنه و عملیاتشو شروع کنه، و چیزی که روسا زیاد دارن خاک و خوراکشون ته تاریخ استراتژی زمین سوخته است. موسکو رو تقدیم ناپلئون کردن، این چوس کورس که اونو به همراه آدمای توش کلا مشخصه واسه فدا کردنش فکرم نمیکنه. 24 سال پیش وقتی یه زیردریای روسیه غرق شد که اتفاقا هم اسم زیردریای کورسک بود، 118 نفر مردن، خدمه و آدمایی که تو اون زیردریایی بودن. میگن آقای چکمه تعطیلات بوده، اونم ول نکرده، بعد چند روز اومده CNN باهاش مصاحبه کرده، مجری میپرسه زیردریایی چی شد، چکمه هم با لبخندی جوکن میگه غرق شد. همین. What happened with the submarine? یعنی اونا هم که مردن فتا سرت، که مطبوعات شروع کردن توپیدن، و یکی از دلایلی شد که از همون اوایل شروع کارش فضای رسانه‌ای رو بسته کنن. خب پس الان هم میخوام بیان وارد خاک روسیه بشن، بذار بیان. چرا؟ چون خب الان کسی رو نداریم بفرستیم واسه دفاع که همون لب مرز استوپشون کنیم. بعد اوکراین از این خلأ نیرو تو روسیه به خوبی میتونست استفاده کنه ولی نذاشتن. اوکراین الان حکم یه بوکسوری رو داره که جفت دستاشو از پشت بستن، میگه بابا لام از سبت دقل یه دستمو باز کنید من میزنم، میگن نه همجوری حالا فعلا جا خالی بده لگت بزن. میگه بابا اول جنگم میگفتید فرار کن، ولی دیدید تش بهتر شد موندم، الانم از اون خط قرمز تخیلی که براتون ساخته نترسی. متحدای اوکراین ترس از این دارن که تنش به جایی برسه که نشه کنترلش کرد و روسیه تهدیدشو عملی کنه و از سلاح هسته‌ای استفاده کنه. اروپا و آمریکا خب مشخصه که تو اولویت اول منافع خودشونو در نظر میگیرن دیگه، یعنی با کمترین هزینه بیشترین نفت رو ببرن. ناتو مثلا تو این مرحله به همین شکل راضیه، روسیه هی داره ضعیف میشه، جنگ فرسایشی شده، یه خرطوخری چند لایه حاکمه، همه اینا هزینه است و داره پشتوانه روسیه رو خالی میکنه. خودشون هم که واسه هر کدوم از سلاح‌های نظامیشون یه ریپورتاج کامل رفتن، یه ژورنال درست کردن واسه جاولین و هایمار و پاتریوت و چه و چه. آقای عربستان هایمار میل دارید؟ اینم فیلم تواناییش، روس شکنه، قابل شما نداره، سه چاه نفت اوشلوغ دلار. خب میگه مگه شیشه میکشم الان بخوام وارد مرحله‌ای بشم که مجبور بشم خودمم بیفتم تو هزینه زیاد. خود روسیه داره میگه اتم میزنم همینو بگیرید عامل لایه کردن، از مسیر لذت ببریم حالا ببینیم چی میشه. اوکراین میگه آقا، روسیه میگفت اگه وایسید دفاع کنید من اتم میزنم، دیدید نزد. میگفت اگه اروپا و اینا به ما نیرو بدن من اتم میزنم و نزد. میگفت ناتو تجهیزات بده میزنم و نزد.
بزرگترین خط قرمزی که واسه اون تعیین کرده بود تمامیت ارزیش بود، میگفت وارد روسیه بشید هسته‌ای رو زدم و نزد. آقا نمیزنه دیگه، حتما نمیتونه بزنه دیگه، اون تجهیزات هجومی رو بدید. اوکراین داره به متحداش میگه، میگه سر جدتون تجهیزات رو بفرستید ما کارشو میکنیم، ولی فعلا که چیز خاصی بهش اجازه ندادن. ولی باز اوکراینی‌ها دست رو دست نذاشتن و از پتانسیل خودشون استفاده کردن، اومدن تمرکز کردن رو پهپاداشون و حمله‌های گسترده‌ای رو شروع کردن علیه نیروگاه‌های نفتی و گازی و کشتی نفتی‌های روسیه که بخش بزرگ تأمین کننده ادامه مخارج روسا از همین راهه. فرودگاه‌های اطراف و نزدیک رو زدن تا جت‌های روس مجبور بشن واسه اومدن به داخل اوکراین مسافت بیشتری رو طی کنن. از همه مهمتر به خود مسکو حمله کردن دوباره سیگنال. دوستان ترسو دیدید به مسکو هم ناخونک زدیم این اتمشون نزد. اهالی روسیه درسته پدافندای مسکو هر 11 تا پهپادمون رو زد، ولی به این فکر کنید این 11 تا اگه بشه 40 تا، اگه بشه 100 تا، اگه بشه 300 تا و به جای مسکوی حفاظت شده یه شهر کوچیکتر رو انتخاب کنیم چه اتفاقی میفته دیگه. خطر جنگ بیخ گوش شما هم هست و مثل قبل فقط اوکراینی ها آواره نیستن. این پیامیه که زلنسکی واسه مردم روسیه میفرسته که باعث فشار داخلی هم میشه واسه تموم شدن جنگ. بعد بالاخره بعد یه مدت نسبتاً طولانی روسا تونستن یه حمله گسترده هوایی تدارک ببینن که به عنوان انتقام از عملیات کورسک اسم برده شد و روسا با جت جنگی و پهپاد و موشکای کروز تونستن آسیب جدی بزنن به زیرساختای اوکراین و الان اوکراین مشکل جدی تامین برق داره. این دیسبک روسیه باعث شد به نیرو هوایی اوکراین جتای F-16 هم اضافه بشه که اینم خودش صدق سر همون شروع کورسک محسوب میشه. فکر کنم 18 فروند F-16 اومد که یکیش هم روسا زدن و این جتا میتونن حداقل تو رهگیری موشکای پرتابی از سمت روسیه کمک کنن. بعد سوئد یه هواپیمای راداری داره که اصلا مخصوص F-16، از راه دور هدف رو شناسایی و مشخص میکنه و مختصات رو میفرسته واسه خلبان F-16 و در واقع آپگرید واسه جت حساب میشه و سوئد اینو به اوکراین داده. کلن این اضافه شدن F-16 ها نکته ترسناکی محسوب میشد واسه ارتش روسیه، ولی سعی میکردن تو اخبارشون کم اهمیت نشونش بدن که نه با چیزی نشده، چهار تا حالا هواپیما پلاستیکی فرستادن دیگه. بعد وزارت دفاع روسیه جایزه 210,000 دلاری گذاشته بود واسه اولین F-16 ای که بزنن. بعد از گذشت یه مدت از عملیات کورسک اوکراینی ها یکم پایین تر هم سعی کردن جبهه بلگرود هم باز کنن، یه کوچولو هم پیشرفت کردن. اون موقع به نظر میرسید که میخوان یه حائل بین خودشون و روسا درست کنن، یه چی مثل چیزی که روسیه تو شرق اوکراین درست کرد، ولی دست دست کردن. چند روز اول خوب جلو رفتن ولی در ادامه سرعت کافی رو نداشتن. البته هی سنگ هم جلوشون مینداختن که چرا رفتید تو خاک روسیه، بیاید بیرون الان اتم میخورید، سیهدیر گت اوت گت ورن. مثلا اگه اون محاصره 3000 سرباز روسی سمت رودخونه رو به سرعت تکمیل میکردن و اون تعداد سرباز میموندن بین دشمن و آب و به احتمال خیلی زیاد تسلیم و اسیر میشدن، روند خیلی متفاوت تری اتفاق میافتاد. و روسا هم دیدن که خب چیزی که زیاد زمین، چیزی هم که خوراکمون زمین سوخته، اونقدی هم که باید و شاید متحداشون حمایت نکردن و تجهیزات هجومی بهشون ندادن. خود اوکراینی ها هم که به خوبی نتونستن از این عدم توانایی خودمون واسه دفاع از مرزمون استفاده کنن. پس روسه به جای اینکه شرق رو کامل بل کنن تا برن مناطق از دست رفته شمال رو پس بگیرن، خورد خورد سعی کردن فقط جلو پیشروی رو علل حساب بگیرن، مثلا با مینگذاری از راه دور یا مثلا موشکای اسکندرشون به فریادشون رسید، مخصوصا واسه حذف هایمارای آمریکایی، و تمرکزشون رو روی همون شرق نگه داشتن. و بالاخره یه حرکت درست هم از روسا دیدیم با چند تا تغییر سازوکار دستورای فرمانده ها و استراتژی نظامی تونستن سرعتشون رو تو جبهه شرق بیشتر از چند ماه اخیر کنن و احتمالا واسه همون داستان مذاکره که دستشون بیشتر باز بشه. بعد آها اینو بگم، قسمت قبلی یه تعداد کمی نظرات مخالف داشتیم، حالا لایک و دیسلایک اون قسمت که میذارم خودش یه مقیاس کوچیک میده،
و بعضن هم این عزیزان کامنت های تند همراه با برچسب گذاشته بودن. من نصف برنامه های کانالم اصلا از اساس ضد غربه، امچه پریالیسمی برادر من، خواهر من. من و شما که تأثیر فیزیکی تو این جنگ روسیه اوکراین نداریم، بله نتیجهش اثر مستقیم داره رو زندگی ما، ولی الان من و شما فقط در توانمون صحبت و بحث کردنه. دشمنی هم که با هم نداریم، فقط نظراتمون متفاوت حول این موضوع. مبحثی که باید ازش درس بگیریم و در مواقع لازم تو روند خودمون ترتیب اثر بدیم. یعنی میشه این هزینه های سرسام آور مالی و جانی رو نداد و درس گرفت، زرنگ بازی ترین حالت ممکنه، ولی لازمش واقع بینیه عزیز دلم. یعنی چی آخه روسا عقب نشینی از کیفشون نقشه و تله خودشون بود؟ خب این تله کی میخواد عمل کنه؟ اگه یه هفته، ده روز، یه ماه بود گذشته بود از عقب نشینیشون، میگفتیم آره بیایم این تئوری هم در نظر بگیریم حالا، ولی الان دیگه بعد یه سال و نیم آخه دیگه کجاش به استراتژی میخوره؟ خیالت میخواد راحت باشه؟ روسیه همونجا باخت که فنلاند و سوئد عضو ناتو شدن. الان ناتو مسیر نروژ، سوئد، فنلاندی رو داره که تمام گزینه‌هاش تا همین 5 ماه پیش قفل بود و دهه‌ها واسه همین هدف داشتن تلاش می‌کردن که از طریق فنلاند چنبره بزنن رو سن پترزبورگ و مسکو. جنگای وچه روی کاغذ دارن، یه وچه باطنی دارن. توی جنگ زمستان روسا فنلاند رو شکست دادن، ولی تو تاریخ هیچکی شوروی رو برنده نمی‌دونه از بس که حالا تلفات و سوخت داد. همین الانش یعنی مذاکره ای نشه مثل دفعه‌های قبل مذاکره به بن‌بست بخوره و جنگ ادامه پیدا کنه و اصلا اوکراین تجزیه هم بشه، باز روسیه در بطن قضیه برنده نشده. شاید به لایه سطحی که من و شما آشکار میبینیم تو اون برنده بشه، ولی تو این مسئله چند لایه دل قضیه رو باخته. خب اوکراین اصلا امروز شکست، کیف هم سقوط کرد، اوکراین اصلا تجزیه شد. فرداش چی؟ میراث این جنگ فرسایشی چیه؟ میمونه روسیه تا گردن تحریم که به محدود مشتریاش مجبور منابعش رو زیر قیمت بده، خزانه خالی، کمبود ژنرال و افسر و فرمانده های کاربلد، ارتش خسته و ترکیده، چیزی حدود 350 تا 500 هزار تخمین میزنن روسا تو این دو سال و نیم کشته دادن، تجهیزات آسیب دیده و قدیمی، تا دو ماه پیش روسا 3200 تانک از دست داده بودن، توی دریای سیاه 26 تا از کشتیاشون غرق شده، در مجموع 10000 تا کامیون و نفربر و جیپ و این چیزا، 260 تا هواپیما و هلیکوپتر و کلی توپخونه و مرکز فرماندهی و پدافند و سامانه‌های موشکی و سیستم‌های راداری از دست دادن. اوکراین هم اصلا همینقدر شاید بیشتر تلفات داده، ولی فرض کردیم شکست خورد تموم شده دیگه، تجزیه شد. ولی با این وضعی که بعدش میمونه، روسا میشن یه لقمه آماده واسه این که با هزینه خیلی کمتری ناتوی تازه نفس و هنوز رسمی پا به میدون نذاشته روسا رو بشونن سر جاش. چون در اصل الان ارتش اوکراین اسمش اوکراینه، بخش بزرگی از سربازاشون خودیان، ولی بخش آموزش و تامین لوجستیک و تجهیزات و بیس کار ناتوه که داره میجنگه و به احتمال زیاد نیرو هم با لباس ارتش اوکراین میفرستن تو میدون. مثلا انگلیس 3 تیپ تفنگدار دریایی آموزش داده، این 3 تیپ به تنهایی جنوب اوکراین 3 لشکر روس و آچمز نگه داشتن. روسیه در کل بد بازی کرد و فکرش هم نمی کرد جنگی که نهایت با ارفاق واسه 3 برنامه ریزی شده بوده به بالای 2.5 بکشه و هنوزم نتیجهش معلوم نباشه. الان شاید باید این فرضم در نظر بگیریم که حالا ناتو داره از اوکراین استفاده میکنه که هم عیار روسیه دستش بیاد و هم به خوبی تخلیهش کنه. حتی چین هم که به ظاهر قدرتمندترین متحد روسیه است، یاره قابل اعتمادی واسش نیست. کلن راه و روش چین واسه باز کردن جای پا و نفوذ بیشتر تو عرصه جهانی متفاوت تره و حداقل الان سیاست قلدری روسیه رو نداره. توی این جهان اقتصاد محور چین خیز برداشته که جای آمریکا رو بگیره، هندم کشوریه که همین مسیر رو پیش گرفت. بعد چین میدونه واسه اینکه تو این رقابت بتونه بمونه باید با جهان تعامل داشته باشه، باید، یعنی بدیهی ترین مسئلهش اینه که محصولاتی که رو صادراتش حساب باز کرده رو بتونه بفروشه. اگه بلایی مثل روسیه سرش بیاد و مثلا تا ناموس تحریم بشه، تا یه مدت کوتاهی هم شاید بتونه دووم بیاره، ولی خیلی زود میپاشه. چون چین اصلا منابع طبیعی نداره،
تولید به شدت بالاست، در کنارش نیاز به مواد اولیه شون هم به شدت بالاست. نفت خام که الان بیس تشکیل دهنده خیلی از مواد در رو چین روزانه وارد میکنه و با سیاست هم دست رو نقاط مشکل دار گذاشته تا بتونه زیر قیمت بخره. چین مشکل تأمین آب آشامیدنی داره، 1,400,000,000 نفر جمعیتشه، 16.5 برابر جمعیت ما. آب آشامیدنی هم وارد میکنه. اصلا کنترل همچین جمعیتی یه سیاست دقیق میخواد و 1 سانت پادو کج بذاری ممکنه از درون بپکی. رو این حساب اگه روسیه بره سراغ استفاده از سلاح هسته‌ای، چین واسه اینکه بتونه خودشو حفظ کنه نه تنها حمایتشو از موسکو برمی‌داره، بلکه شاید یه دشمنی هم درست بشه اون وسط. انگیزش هم چین داره، خوبم داره. چین هم داره از ادامه جنگ روسیه و اوکراین سود میکنه که هم داره نفت و گاز مورد نیازشو مفت میخره از روسا، هم یه اون میبینی چین هم وایساده داره از ضعیف شدن روس لذت میبره تا بتونه انتقام زخم کهنه‌ای که ازشون داره رو بگیره. قضیه برمیگرده به قرن 19 میلادی و شروع جنگ یکم تریاک و آغاز سده تحقیر چین. تو این دوره کشورهایی که به عنوان استعمارگر فعالیت میکردن تا تونستن چینو دوشیدن و از این گوشت تنش کندن. روسا هم که خب همیشه طمع دارن، دیدن ای بابا اون کشورها از اون سر دنیا و اروپا اومدن دارن سهم میبرن، از همسایه خودمون یه تیکه به داداش نمیرسه. اومد پاشو گذاشت زیر خرخره چین و سالای 1858 و 1860 دوتا عهدنامه با چین امضا کرد و دوتا استان بزرگو از چین جدا کرد، دقیقا مثل قراردادای ترکمانچای و گلستانی که با قجر جلبک امضا کردن. حالا امروز چین نبود این دوتا استانو به خوبی حس میکنه و جاش درد میکنه. این مناطقی که از دست داده منابع طبیعی خوبی داره و حداقل میتونست کمک حال تأمین آب آشامیدنی باشه و از اون مهمتر این یکی استان شرقیه، این تهش وصل میشه به کره شمالی و عملا چین مرز دریاییشو تو این منطقه از دست داده و این باعث شده پاشنه آشیل تجارت دریایی چین بشه دریای جنوبی چین و تنگه مالاکا. این تنگه رو ببندن چین کلا میره لاکار، چون مرز دریای شمالش رو روسا گرفتن. یکی از دلایل اینکه چین هنوز با تایوان مدارا میکنه همینه. اتفاقا همین یه هفته در روز پیش هم رئیس جمهور تایوان اومد دوباره زخما رو تازه کرد، گفتش که حال دقیق ندارم مضمون رو میگم، گفت آقای برادر چین، حالا ما با هم دشمنی ایدئولوژی داریم ولی تهش همه چینی هستیم و این وسط کسی ملامین نیست. ها 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 ها. به جای اینکه انقدر انگوش کنی تو ما، برو اون استانای شمالی تو از روسا پس بگیر، شاید بخشی از مشکلاتت حل شد، آروم گرفتی اما کشیدی بیرون. چرا اینجور حرفو دوباره سرباز کرده؟ از تبعات عملیات کورس، چون اوکراین نشون داد روسیه الان رو مرزش مسلط نیست و مثلا واسه یه قدرت نظامی مثل چین همین الان میتونه بدون جنگ آنچنانی صرفا با رانندگی تا جایی که دلش میخواد برسه و بگه از اینجا به بعد اینجی کلیش واسماس. حالا اینکه چین واسه رسیدن به این خواستش حمله نظامی میکنه یا از راه‌های دیگه وارد میشه بحث دیگه ایه، ولی در کل این فضای گل و بلبلی که واسه روسا دارن تعریف میکنن و میگن همه بوتا داره براشون موافق میوزه نیست. امیدوارم استفاده کرده باشید. سپاس که تا اینجا اومدی. کارای فنی حمایتی هم دوست داشتی انجام بده، عمو ببینه صفا کنه. خیلی مخلصیم ارادت.